سلام در این ویدیو با ده کاربرد شگفتانگیز و عجیب جوش شیرین آشنا خواهیم شد شوینده دهان وجود شوینده دهان در روتین بهداشت و دهان و دندان ضروریه شوینده دهان به گوشه های دهان و شکاف های میان دندان ها لسه و زبان که ممکنه انگام مسواک زدن تمیز نشده باشن، نفوذ و آنها رو تمیز کنه بسیاری از افراد از جوش شیرین به عنوان جایگزینی برای شوینده دهان استفاده می بعضی از مطالعات نشون داده که این ترکیب خواص ضد باکتری و ضد میکروبی داره و می به خوش شدن دهان کمک کنه. استفاده از این ترکیب مفید به عنوان شوینده آسونه. نصف قاشق چایخوری از اون رو به نصف لیوان آب گرم اضافه کنید و حدود 30 تا 45 ثانیه توی دهانتون بچرخونید. و بعد اون رو از دهانتون خارج کنید. آفت دهان آفت دهان یک زخم کوچیک و دردناکه که میتونه داخل دهان شکل بگیره. برخلاف تبخال آفت روی لب شکل نمیگیره و مصری نیست. اگرچه به مدارک بیشتری نیازه اما بعضی تحقیقات به این نتیجه رسیدن که استفاده از جوش شیرین به عنوان شوینده دهان برای تسکین درد ناشی از آفت دهان عالیه. برای استفاده از این ترکیب مفید برای تسکین آفت دهان همون دستوری رو که قبلا گفتیم رو انجام بدید. دهانتون رو روزی یک بار با اون محلول بشویید تا آفت دهانتون بهبود پیدا کنه. سفید شدن دندان ها جوش شیرین یک ماده معروف برای سفید کردن دندان هاست. بسیاری از افراد به این نتیجه رسیدن که خمیر دندان های حاوی این ترکیب در سفید کردن دندون ها تر از خمیر دندون هایی هستن که فاقد اونن. علت این موضوع احتمالا اینه که این ترکیب دارای خواص تهاجمی خفیفه و پیوند بین مولکولهایی هایی که به دندون ها چسبیدن رو میشکنه. جوش شیرین همچنین خواص ضد باکتری و ضد میکروبی داره که میتونه به از بین بردن باکتری های مضر کمک کنه. دیودرانت یا ضد عرق شاید تعجب کنید اما عرق انسان ها بو نداره. عرق تنها زمانی بو میگیره که توسط باکتری های موجود در زیر بغل تجزیه بشه. این باکتری ها عرق شما رو تبدیل به مواد زائد اسیدی میکنه که همین مسئله باعث میشه عرق بو بگیره. جوش شیرین بوی عرق رو از طریق اسیدی کردن بوهای نامطبوع از بین میبره. به این منظور کمی از این ترکیب رو به زیر بغلتون بمالید. خونسا کردن بوی یخچال شاید برای شما هم پیش اومده که در یخچالتون رو باز کردید و یه بوی نامطبوع به مشامتون خورده. این بوی بعد ممکنه ناشی از غذاهای خراب شده باشه. اما با خارج کردن غذاها بوی بد اونها از یخچال نمیره. جوش شیرین میتونه بوی بد یخچال رو خنسا کنه. به این منظور یک فنجان رو پر از جوش شیرین کنید و اون رو پشت یخچال قرار بدید تا بوی بد از بین بره. سفید کردن لباس ها. جوش شیرین یک ماده ای ارزون برای سفید و تمیز کردن لباس هاست. جوش شیرین قلیاییه که این ویژگی میتونه به از بین بردن کسیفی و لکه ها کمک کنه. جوش شیرین زمانی که تو آب حل میشه به اسیدهای لکه ها واکنش نشون میده و اونا رو از بین میبره. نصف فنجون جوش شیرین رو به پودر لباسشوی خودتون اضافه کنید که این باعث میشه به پودر لباسشویی کمتری نیاز پیدا کنید. از بین بردن بوی بد زباله ها کیسه زباله ها معمولا بوی بدی دارن متاسفانه این بوی بد میتونه در سرت و سر تا سر آشپزخونه و یا سایر بخش های خونه پخش بشه جوش شیری میتونه به از بین بردن بوی بد زباله ها کمک کنه بوی زباله معمولا اسیدیه جوش شیرین میتونه به مولکول های بوی زباله واکنش نشون بده و اونا رو خنسا کنه محققین به این نتیجه رسیدن که ریختن این ترکیب مفید در تای سطل زباله میتونه تا 70 درصد بوی بد زباله ها رو خونسا کنه. برطرف کننده بوی بد کفش اگر شما هم با این مشکل رایج مواجه هستین، باید به شما بگیم که جوش شیرین در برطرف کردن بوی بد کفش به شما کمک میکنه. برای از بین بردن بوی بد کفشتون، دو قاشق غذاخوری جوش شیرین رو داخل دو تیکه پارچه بریزیم. و با کمک کش پارچه ها رو جمع کنید تا باز نشن و هر کدوم از اونها رو داخل یک لنگه کفش بگذارید. زمانی که میخواید کفش رو بپوشید پارچه رو از کفش بیرون بیارید. تمیز کردن صندلی و کفپوش های ماشین اگر از داخل ماشینتون بوی بد میاد مقدار جوش شیرین رو در قسمت زیر سیگاری ماشین روی صندلی ها و روی کفپوش ها بریزید. چند ساعت صبر کنید تا جوش شیرین اثر کنه. و تمام های نامطوب رو به خودش جذب کنه بعد اون رو با جاروبرقی پاک کنید